آمریکا با اشاره به دخالت ایران در یمن به مشارکت لوجستیکی خود در عملیات هوایی علیه حوسیهای مورد حمایت ایران افزوده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پی بی اس گفته است واشنگتن به خوبی از حمایت ایران از شورشیان در یمن با خبر است. آقای کری با تاکید بر حمایت از متحدان منطقه‌ای ایالات متحده گفته است تهران باید بداند که آمریکا به بیثباتی و عدم امنیت در منطقه و در یک نمای بازتر در مرزهای بین المللی و دیگر کشورها بیتوجه نیست وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلویزیونی دیروز خود گفت واشنگتن به آنچه در منطقه میگذرد اهمیت زیادی میدهد ما میدانیم هر هفته چند پرواز به یمن انجام می شود و به وضوح تجهیزاتی که از ایران به دست شورشیان حوسی میرسد را رصد میکنیم سخنان آقای کری در حالی ابراز شده است که ارتش آمریکا عملیات سوخترسانی رسانی به هواپیماهای حاضر در عملیات علیه حوسی ها را آغاز کرده است به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تصمیم به نقل از سکای نیوز سرهنگ استیو سخنگوی پنتاگون دیروز در گفتگو با خبرنگاران گفت اولین مورد از عملیات سوخترسانی رسانی به هواپیماهای نیروهای مشارکت کننده در عملیات طوفان اراده عصر سهشنبه انجام شد آقای بارن گفته از هواپیماهای سوخترسانی آمریکا هر روز پروازهایی را برای تحویل سوخت به هواپیماهای اطلاف صورت میدهند و این پروازها خارج از فضای هوایی یمن انجام می شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا دولت اوباما همواره همراه متحدان و همپیمانانش در منطقه بوده و این موضوع حتی پیش از مذاکرات اتمی نیز جاری بوده است آقای کری گفته است ما خیلی پیش از مذاکرات اتمی با متحدانمان در منطقه در مورد مقابله با رفتارهای ایران در یمن عراق سوریه لبنان و جاهای دیگر به گفتگو نشستیم و این موضوع همچنان ادامه خواهد داشت شیخ عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات متحده عربی ایران را به مداخله سازمان یافته در یمن متهم کرد و گفت تهران در امور لبنان، سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان نیز دخالت می کند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی شیخ عبدالله بن زاید روز چهارشنبه در نشست خبری خود ضمن اشاره به اینکه کشورهای عرب خلیج فارس می توانند روابط نزدیک و عادی با ایران داشته باشند گفت هرگاه که ما تلاش می کنیم به ایران نزدیکتر شویم این تأثیر بدی در منطقه می گذارد. وزیر خارجه امارات متحده عربی انجام هر گونه عملیات زمینی به وسیله عربستان سعودی و متحدانش را به چراغ سبز دولت عبد رب منصور هادی منوط دانست. صحبت شیخ عبدالله بن زاید در روزی بیان شده است که همتای ایرانی او در سفری به پاکستان خواستار آتش بس فوری در یمن شد. ایران میگوید طرحی چهار ماده‌ای برای حل بحران به مقام پاکستانی ارائه داده است. آتش بس فوری آغاز کمک های بشر دوستانه گفتگوهای ملی و تشکیل دولت ملی از جمله مفاد طرح ایران برای حل بحران یمن است شب گذشته سرتاج عزیز وزیر امور خارجه پاکستان در نشست خبری به همراه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت نظر نمایندگان پارلمان پاکستان این است که مداخله پاکستان در جنگ یمن عاقلانه نخواهد بود و پاکستان نباید در هیچ گونه اقدام تهاجمی علیه یمن مشارکت کند بلکه باید به حل صلح آمیز این مسئله کمک کند وی ای در این حال موضع قبلی دولت پاکستان را در دفاع تمام ایار از عربستان سعودی تکرار کرد و گفت اگر خطری عربستان را تهدید کند پاکستان قویان خود را به حمایت و دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی عربستان مسئول میداند این دیپلمات ارشد پاکستان گفت نخست وزیر در جلسه پارلمان اعلام کرده است که دولت اسلام آباد به نتیجه جلسه پارلمان برای بررسی مسئله یمن و توصیه های نمایندگان پارلمان احترام خواهد گذاشت. سرتاج عزیز درباره اوضاع جاری در یمن ابراز نگرانی کرد و گفت با طرف ایرانی توافق کردیم تا همکاری بیشتری در زمینه کمک به پایان دادن به جنگ و خونریزی در یمن داشته باشیم و زمینه را برای انجام گفتگوهای جدی برای حل این بحران فراهم کنیم نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان در جلسه مشترک پارلمانی که از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شده و تا امروز ادامه داشته است در حال بررسی درخواست ریاض از اسلام آباد برای مشارکت در حمله به یمن هستند در حالی که نمایندگان مخالف دولت در مجلس طرحی برای توقف اعزام زائران حج عمره را مطرح کردند، میانه روها میکوشند از دامنه تنش بر سر مسئله اهانت به دو نوجوان ایرانی در جده بکاهند صبح امروز معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه از شناسایی و بازداشت عاملان تعرض به دو نوجوان عمرگذار ایرانی خبر داد. حسین امیر عبداللهیان گفت با پیگیری های فشرده صورت گرفته یک مقام عالی رتبه سعودی چهارشنبه شب در دیدار سفیر کشورمان در ریاض اعلام کرد عاملان تعرض به دو نوجوان عمرگذار ایرانی شناسایی و بازداشت شدند و به اشد مجازات خواهند رسید. معاون وزارت امور خارجه گفته است در انتظار صدور و اجرای فوری حکم اشد مجازات برای عاملان این رفتار هستیم توضیحات وزارت امور خارجه ایران در حالی ابراز شده است که صبح امروز انتشار اخباری مبنی بر جلوگیری عربستان سعودی از فرود یک هواپیمای زائران ایران در خاک این کشور منتشر شد. به گزارش تابناک حدود 300 زائر عمره که ساعتی پیش اصفهان را به مقصد جده با پرواز شماره 15 16 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ترک کرده بود با ممانعت هواپیمایی عربستان به اصفهان بازگشتند و در بلاتکلیفی تکلیفی به سر میبرند. یکی از مسئولان فرودگاه اصفهان در این باره گفته است پس از آنکه سازمان هواپیمایی کشور عربستان از ورود هواپیمای ایرانی ممانعت به عمل آورد هواپیمای زائران ایرانی به فرودگاه اصفهان بازگشت و رایزنی هایی برای انجام آن آغاز شد که تا این لحظه از نتیجه آن اطلاعی نداریم ساعتی پس از انتشار این خبر مقام های حج و زیارت ایران اعلام کردند که اجازه ندادن به هواپیمای ایرانی دلایل فنی داشته است. سعید اوهدی رئیس سازمان حج و زیارت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص علت ممانعت عربستانی ها از ورود پرواز زائران اصفهانی گفت سازمان هواپیمایی کشور عربستان اعلام کرده است به هواپیمایی که استاندارد اتحادیه اروپا را نداشته باشند اجازه فرود در فرودگاه عربستان را نمی دهد. آقای اوهدی گفته است زائران این پرواز امروز با برنامهریزی انجام شده به وسیله یک هواپیمای دیگر مجددا به سرزمین وحی اعزام می شون. روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس ایران به دنبال جمعآوری امضا برای طرح یک فوریتی لغو سفر حج عمره تا اطلاع ثانوی بودند. محمد صالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به اینکه حادثه فرودگاه جده عربستان در مجلس بررسی شد اعلام کرد پیشنهادی که در کمیسیون امنیت مطرح شد این بود که به سازمان حج و زیارت پیشنهاد کنیم سفر حج عمره تا اطلاع ثانوی متوقف شود در واکنشی دیگر به این ماجرا صبح امروز یکی از مقام های پیشین ایرانی در یادداشتی در روزنامه شرق از پیشنهاد لغو سفر عمره در مجلس انتقاد کرد سباه زنگن سفیر پیشین ایران در سازمان همکاری های اسلامی در سرمقاله شرق نوشته است پیشنهاد توقف سفر عمره مفرده نیز موضوعی است که دارای عباد گسترده است آقای زنگنه همچنین نوشته است به نظر می رسد مسئولان ایرانی در سازمان های مرتبط حتما باید دقیق تر و هوشیارتر به این مسئله ورود کرده و نوع آموزش های پیش از اعزام از به حج و سطح حمایت از اطباع و زائران ایرانی را افزایش دهند. گفته می شود که به علت تخلف بعضی از زائران و همراه داشتن مواد مخدر از زائران مشکوه جستجوی بدنی می شود و گاه نیز با اکسری از بدن آنها عکس برداری می شود و همین امر اعتراض دو نوجوان ایرانی را در هفته گذشته به دنبال داشته است. بزرگ نمایی سایت های وابسته به سپاه در این باره مسئولان رژیم را وادار کرد با دادن شبه توضیحاتی ادعای این سایت ها را تکذیب کنند. دولت ایران از اتخاذ تدابیر تازه امنیتی در استان مرزی سیستان و بلوچستان خبر داده است. استان سیستان و بلوچستان در روزهای اخیر شاهد درگیری های میان نیروهای نظامی و انتظامی ایران و نیروهای وابسته به جیش العدل بوده است. علی اصغر میرشکاری معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از ایجاد شش منطقه انتظامی جدید در استان خبر داده و گفته است تا کنون در هشت شهرستان نیز اداره اطلاعات ایجاد و فعال شده است. وی از توسعه ساختارهای امنیتی استان خبر داد و گفت در حوزه مرز به دنبال تدوین طرح جامعه مرزی هستیم که این طرح به زودی تدوین و اجرایی می شود. معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان اطلاعات را رکن اصلی امنیت دانست و گفت در حوزه امنیت برآوردها و اطلاعات باید به روز باشد چرا که بدون این مهم امنیت در منطقه تأمین نخواهد شد. معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان در زمینه ی ترد اطباع بیگانه از استان نیز گفت در سال گذشته 230 هزار طبعی بیگانه از استان ترد و میانگین ماهانه 20 هزار طبعی خارجی نیز دستگیر شدند. ساماندهی اطباع بیگانه نیز در برنامه های آتی استان قرار دارد. این مسئول مقابله با پدیده اعتیاد و مواد مخدر و قاچاق کالا را مقابله فرهنگی و طولانی مدت دانست و افسود در کنار مبارزه سخت با باندهای مواد مخدر و قاچاقچیان به لحاظ فرهنگی نیز باید جامعه را نسبت به تأثیر مخرب این گونه تحرکات هوشیار کرد. آقای میر شکاری همچنین محمد خالدی را به عنوان مدیر کل جدید امنیتی و انتظامی استان معرفی کرده است. دو روز پیش پس از آنکه خبر رسید افراد مسلح در جنوب شرقی ایران در نزدیکی مرز پاکستان هشت نفر از مرزبانان ایرانی را کشتهاند گروه موسوم به جیش العدل مسئولیت حمله به این مرزبانان را بر عهده گرفت جیش العدل در مطلبی که روز سهشنبه در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد نوشت که دو خودروی مرزبانان ایرانی در منطقه نگور در کمین گردان عبدالملک ملازاده گرفتار شده و در جریان آن هشتان از معموران مرزبانی کشته شدند. گروه جیش العدل زمان حمله به مأموران مرزبانی ایران را دوشنبه شب اعلام کرده و مدعی شده است که در جریان این عملیات هیچ آسیبی به اعضای این گروه وارد نشده است این در حالی است که احمد علی محبتی فرماندار چابهار به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که در این حمله مأموران مرزبانی نیز با حمله کنندگان درگیر شدند که تعدادی از حمله کننده ها نیز کشته شده و تعدادی زخمی شدند بنابر گزارشها نیروهای مرزبانی ایران در منطقه نگور در استان سیستان و بلوچستان با افراد مسلحی که از داخل خاک پاکستان وارد مرزهای ایران شده بودند درگیر شده بودند در حالی که دولت ایران مراسم دولتی روز ملی فناوری هسته ای را برگزار می کند، عباس عراقچی از در جریان بودن گفتگوها برای تعیین دور بعدی مذاکرات خبر داده است. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران صبح امروز گفت در تماس با معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای تنظیم تاریخ و محل مذاکرات بعدی هستیم. در مراسم روز ملی فناوری هستی حسن روحانی رئیس جمهوری و شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی حضور داشتند روز ملی فناوری هستی را محمود احمدی نژاد در سال 1385 و پس از لغو توافق ایران و گروه پنج به علاوه یک به نشانه گرامی داشت دستاوردهای هستی دولت خود بنیانگذاری کرد و آن را روز اعلام خبر خوش ای نامید آقای عراقچی در حاشیه این مراسم همچنین گفت از مذاکرات بعدی نگارش متن توافق جامعه آغاز می شود. به گفته آقای عراقچی نگارش این متن از مذاکرات وین آغاز شد ولی از آنجایی که هنوز راحل ها پیدا نشده بود به صورت یک فرم و قالب باقی ماند و الان باید با توجه به اینکه راحل ها به دست آمده این متن به روز شود و سعی می کنیم به جزئیات نیز بپردازیم. آقای عراقچی با بیان اینکه نگارش متن کاری بسیار پیچیده و سخت است تاکید کرده انتشار فکت شید یا برگه جزئیات بیانیه لوزان ضروری نیست در روزهای اخیر برخی از نمایندگان تندرو مجلس خواهان انتشار فکت شیت ایرانی مذاکرات شده بودند آقای عراقچی گفته است روایت ما از بیانیه مشترک اخیر همان است که در رسانه ها توسط آقای ظریف به ویژه در صحبت مفصلی که در تلویزیون داشتند و یا بنده در جای دیگری داشتند بیان شد مسائل کاملا روشن است و خیلی لزومی ندارد به ارائه فکت شیت اهمیت دهیم آقای عراقچی همچنین گفته است بعد از هر مذاکره و واقعی هر طرفی روایت خود را رو از آن مذاکره دارد و اقدامات مربوط به خودش را برجسته تر می کند. آنها مطالبشان را در قالب فکت شیت ارائه دادند و ما مطالبمان را شفاهی و با مردم به طور صادقانه در میان گذاشتیم. معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین گفته است بخشی از مذاکرات اتمی درباره اجرای معاهده NPT در حاشیه نشست خلع اصطلاح در نیویورک ادامه خواهد داشت وی خبر داد در حاشیه نشست نیویورک در رابطه با بازنگری در امپیتی احتمالا مذاکرات پنج به یک و ایران برگزار می شود چرا که همه متخصصان و کارشناسان دو طرف به ویژه در زمینه خل اصطلاح در این مقطع در آنجا هستند البته ما هر بار که در نیویورک بوده ایم از فرصت آن برای مذاکره استفاده کردیم این سخنان آقای عراقچی در حالی ابراز شده است که صبح امروز حسین شریعتمداری بار دیگر در کیهان بیانیه لوزون را به دلیل پذیر پذیرش داوطلبانه معاهده انپیتی توسط ایران مورد انتقاد قرار داد آقای شریعت مداری در سرمقاله خود نوشته توافق لوزان به گفته و تصور تیم هسته ای کشورمان یک بیانیه مطبوعاتی است و الزام آور نیست ولی از آنجا که شامل چارچوب‌های اولیه یعنی همان مرحله اول از توافق دو مرحله است در تعریف حقوقی نام توافق دارد و نه بیانیه اما در هر دو حالت هنوز دست مسئولان محترم کشورمان بسته نیست و می توانند با استناد به اصول 77 و 125 قانون اساسی از پذیرش آن خودداری کنند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در مراسم امروز گفت امروز قرار است از دستاوردهای ارزشمندی رونمایی کنیم که می تواند اهمیت سوخت 20 درصد را داشته باشد. رئیس سازمان انرژی اتمی گفته است قرار است از اولین مجتمع سوخت بوشهر شامل قرص‌های سربی رو نمایی کنیم اما ما بقیه دستاوردهای این مجتمع سوخت واقعی است و ما این به فناوری ساخت مجتمع های سوخت بوشهر دست پیدا کنیم سخنان آقای صالحی در حالی ابراز شده است که پیش از این گفته شده بود وزیر نیروی آمریکا در دیدار با آقای صالحی به او وعده داده است که در صورت توافق می تواند به ایران در مورد تامین سوخت نیروگاه بوشهر کمک کند رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین در پاسخ به این سال که از دیدگاه شما تاثیر دستاوردهای هسته ای در سطح بین و مذاکرات هسته ای چیست گفت در ارتباط با ذخایر اورانیوم غنی شده 8 تن ذخایر داریم که طبق تفاهم سوئیس باید 300 کیلوگرم کاهش پیدا کند ما باید این ذخایر را تبدیل کنیم یکی از راه های تبدیل اورانیوم غنی شده ساخت قرص سوخت است طبق اطلاعیه رسمی اتحادیه اروپا که روز چهارشنبه 19 فروردین منتشر شد بانک تجارت ایران و 32 شرکت کشتیرانی وابسته به آن بار دیگر مشمول تحریم های اروپا شدند و از ادامه تحریم هشت شرکت کشتیرانی دیگر صرف نظر شده است. تحریم ها دارای قابلیت اجرایی فوری هستند. این اقدام اتحادیه اروپا یک هفته پس از انجام توافق اتمی در لوزان میان ایران و گروه پنج به علاوه یک نشان دهنده خاص اروپا برای اعمال فشار بر ایران از طریق تحریم ها تا حصول توافق اتمی نهایی می باشد. دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا تحریم علیه چهل شرکت کشتیرانی ایرانی و بانک تجارت ایران را در ماه ژانویه 2015 رفت و استدلال کرده بود مدارک ارائه شده به این دادگاه نمیتواند ارتباط بانک تجارت و برنامه هسته ایران یا کمک این بانک به دور زدن تحریم های اعمال شده علیه ایران را تایید کند و به همین خاطر ادامه تحریم ها نیست پس از لغو این تحریم ها اتحادیه اروپا دو ماه و ده روز فرصت داشت تا درخواست تجدید نظر ارائه کند یا بر مبنای حقوقی دیگری اعلام تحریم ها را ادامه دهد اتحادیه اروپا از سال 2012 بانک تجارت ایران را به خاطر نقش آن در پیشبرد اهداف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت تحریم قرار داد بر این اساس هر گونه معامله از سوی 28 کشور عضو اتحادیه اروپا با بانک تجارت ایران ممنوع اعلام شده و دارایی های این بانک و شرکت های وابسته به آن توقیف شد اتحادیه اروپا با تکیه بر مبانی حقوقی جدید زهریم بانک تجارت و 32 شرکت کشتیرانی ایرانی را تجدید کرده است روز پنجشنبه 13 فروردین ماه پنج کشور دارای حق به تو در شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان در لوزان سوئیس بر سر مواردی با ایران توافق کردند که هدف آن دادن امکان استفاده صلح از انرژی اتمی به ایران و مانع شدن از ساخت بمب اتمی توسط این کشور بود تحریم علیه ایران تنها پس از توافق اتمی نهایی میان ایران و گروه پنج به علاوه یک و اجرای مفاد این توافق توسط ایران لغو خواهد شد مهلت رسیدن به این توافق سی جوان است اتحادیه اروپا در استدلال خود برای تجدید تحریم ها علیه بانک تجارت ایران میگوید که این بانک از دولت ایران به وسیله عرضه منابع و خدمات مالی برای گسترش پروژه های گازی و نفتی حمایت قابل توجهی می کند. شرکت های کشتیرانی به دلیل آن مشمول تحریم ها می شوند که در مالکیت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی هستند که تحریم ها پیش از این در مورد آن مقرر شده بود به گزارش خبرگزاری رویترز اتحادیه اروپا پیشتر به وکیل شرکت های کشتیرانی اختار داده بود که قصد دارد بار دیگر این شرکت ها را وارد فهرست تحریم ها کند